دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسه پس از جلسه اضطراری روز جمعه ناتو در بروکسل از روسیه خواست به دخالت‌های نظامی در اوکراین پایان دهد. ما قویاً روسیه را به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی محکوم می‌کنیم. ما از روسیه می‌خواهیم اقدام‌های غیرقانونی در اوکراین را متوقف کند. از پشتیبانی جدایی طلبان در آن کشور خودداری کند و بلافاصله در جهت کاهش تنش‌ها گام‌های مشخص بردارد. ناتو روز پنجشنبه تصاویر ویدیویی را منتشر کرد که اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی روسیه را به اوکراین نشان می‌دهد. روز گذشته همچنین مقام‌های امنیتی اوکراین تصاویر را منتشر کردند که در آنها حرکت تانک‌های روسیه در شرق اوکراین دیده می‌شود. کیف از ناتو خواسته است به اوکراین در مقابله با جدایی طلبان که گفته می‌شود در هفته‌های اخیر با پشتیبانی نظامی مسکو به یک ضد حمله در شرق اوکراین دست زدن کمک کند. روسیه از سوی دیگر این اتهام‌ها را حدسیاد می‌خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حضور نیروهای نظامی مسکو در اوکراین را تکذیب می‌کند. متوجه هستید وقتی این چنین گمانه‌زنی می‌شود و به روسیه برای اشغال اوکراین اتهام زده می‌شود و این اتهام را به حالتی تنش‌آمیز مطرح می‌کنند، شاید دلیل آن این است که شبه نظامیان نیروهای دولتی اوکراین را عقب راندند. Taking military action to solve the Ukrainian problem. باراک اوباما روز پنجشنبه احتمال هر گونه اقدام نظامی علیه روسیه را رد کرد و هشدار داد واشنگتن و متحدان بین‌المللی‌اش گام‌های مؤثرتری علیه مسکو برخواهند داشت. در همین حال آرسنی یاتسنیوک کفیل نخست وزیری اوکراین روز جمعه گفت لایحه‌ای را تقدیم مجلس آن کشور خواهد کرد که بر پایه آن کیف بتواند با لغو وضعیت عدم تعهد اوکراین به عضویت ناتو درآید. مهدی آرامی، صدای آمریکا.